میگم آدم تو تلویزیون کلی پول در میاره نه؟ خب بستگی به این داره که کی باشی؟ آره، بعضی از هنرپیشه ها کلی پول در میارن. بله. ببین داداش، میگم چرا یه قراردادی چیزی تو تلویزیون واسه من جور نمی کنی؟ اینا هاش، ببین دو تا برگه جریمه دارم، وضعم خیلی خیلی خرابه. میبینی این برگه ها رو داری جمعشون میکنی؟ آره رفیق، میخوام نگهشون دارم تا چهارشنبه سوری آتیششون بزنم. نه جدی میگم داداش. ببینم رفیق، تو دلت میخواد تمام وقت واسه تلویزیون کار کنی؟ بعدم نمیاد تمام وقت باشه. اون وقت میتونم هنرپیشهای معروف مثل جورج آلفردو، هرناندز، بونتو سوار ماشین کنم. تو رو چند ساعت با ماشین کار میکنی؟ مثل سگ سوزن خورده کار میکنم. سگ سوزن خورده؟ لابد از 4 صبح تا آخر شب. تازه تو چند تا خط؟ لابد همه جارم بلدی. معلومه داداش، راستی نگفتین کجا باید بریم؟ تلویزیون. من فکر کردم میخواین برین خوش بگذرونین. لطفاً این حرفو نزنین. ببینم زیاد مشروب میخورین نه؟ یعنی منو این حرفا؟ خب حالا کجا بریم ها؟ نه بهتره که بریم همون تلویزیون. اما من یه جاهایی رو میشناسم، جاهای خیلی توپیه. این خونه از شر چشم بد در امان باشه، انرژی مثبت برای موفقیت بیشتر. عزیزم مگه قرار نبود با اسکار بیای؟ خب منم همین فکرو کردم که اسکار میاد دنبالم، ولی ایشون اون سر شهر داشت مسافر میبرد. منم مجبور شدم با اتوبوس بیام و تمام راه هم همینجوری وایس آی فداشم. مامان چه خبره؟ نکن این دیگه چیه؟ واسه دور نگه داشتن انرژی منفی. احوال خانوما. آهای با شما. خورشید از کدوم طرف در اومده که نرفتی دنبال اون خانم خوشگله؟ آخه تازگی ها تمام مدت دنبالشی، هی بهش شکلات میدی، شیرینی میدی، نامه میدی، خرس میدی. جسیکا ببین احترامت سر جاش، ولی نذار این دوستی چندین سالمون خراب بشه. خودت از قضیه نیکول بکش بیرون، فهمیدی؟ خواهش میکنم. البته خیلی ببخشید هنری جونز، ولی من خودمو میندازم وسط واسه اینکه کاری که شما دارین میکنین خیلی بده. هنوز شماها ورقه‌های طلاق امضا نکرده، هر کدومتون با یکی هستین و دارین واسه خودتون خوش میگذرونین. یعنی چی خانم آلیسیا؟ همین که شنیدی، تو تمام وقت با اون خانم خوشگله نیکول هستی و پاتیکای عزیزت هم با اون آلبرتوی از ناف گشنه. برو ببین الانم اونجاست. اون قبل از صبحونه خودش رو رسونده و تمام روزم اونجاست و دارن با هم کیف میکنن. واقعا که شما عجب فوزولایی هستید. مگه نمیدونین که آقای آلبرتو با آقای کروازیو کار میکنه؟ وای چه خبر تازه. یه لحظه صبر کنین ببینم. خواهش میکنم، شما از چیزی خبر دارین؟ خب میدونی چه؟ یه لحظه مامان، مگه متوجه نشدی هنری جونز اصلا دلش نمیخواد که ما تو زندگیش دخالت کنیم؟ پس بعدا میبینم. خدافظ شب بخیر. خدافظ شب. نه نه این وضعش کاملا فرق میکنه با شما. یه لحظه نرین. شب بخیر. نفهمیدم چی شد. تازه بعدش پیرزنه. ای بابا بقیهش یادم رفت. درست اداشو درار پاتیکا، چون اینجوری اصلا فایده نه نداره. نه تو تعریف کن، چون تو خیلی خوب بلدی. باشه بذار ببینم. بعدش پیرزنه رسید به داروخونه. سلام، روزتون بخیر. ببخشید آقا، میخواستم ببینم شما قرص تقویت حافظه دارید. خیلی بیمزه بود آلبرتو. منم یادم رفت. چون اینجا که همونه که قدیما میگفتی. یادت میاد کلاس پنجم بودی؟ کلاس پنجم. آره دوران خیلی خوبی بود. راستی که دیگه بگو اونی که یارو چاقه میره پیش دختری که نمیشناسدش. باشه باشه مرچاقه که مستو دیگه همونی که پیش دختره میره. بابا جون. سلام کوچولای خوشگل من. حالتون چطوره شیطونا؟ یه بغل گنده؟ آره خوبه. سلام هنری، تو اینجا چیکار میکنی؟ خب معلومه چیکار میکنم، اومدم بچه هامو ببینم. چرا، مگه مشکلی هست؟ نه اصلا مشکلی نیست، ولی لطفا هر وقت خواستی بیای قبلش به من بگو. که اینطور. بابا جون چرا پیش ما نمیشینین شام بخورین؟ آلبرتو داره واسمون جوک تعریف میکنه. وای من فکر میکنم بابات خودش کلی جوک بلده، از منم بیشتر. آره بلده هنری. اون یه نصف جوکم بلد نیست، چه برسه یه دونه. تا حالا که منو نخندونده. راستش من دیگه گشنم نیست. بذار منم کمکت کنم پاتیکو. ببخشید. بالاخره سارا رو ول کردم، دیگه میتونیم اونجوری که آرزوشو داشتیم با هم زندگی کنیم. این چه جور استقبالیه تو؟ واقعا چه بی حیایی هستی پانچو. سارا تو رو از خونه پر کرده بیرون، من که خوشحالم. هم همینطور. آره چی فکر کردی؟ با خودت گفتی که من با همه زنای ساختمون میرم، کسی هم خبردار نمیشه. نه ولی تو تنها معشوقه منی. تاتا تاتیانا چی؟ من عکسایی که اون کارگاه هست شما دو تا گرفته بوده دیدم پانچو.
نه قربونت برم. ببین من مطمئنم اشتباه شده، اصلا من با کسی رابطه ندارم، اونم با تاتیانا. خواهش میکنم حرفمو باور کن، من جایی واسه رفتن اصلا ندارم. اصلا فراموشش کن، تو اینجا نمیتونی بمونی، برو پیش اون یکی معشوقت بمون و منم واسه همیشه فراموش کن پانچو. نه 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 عزیزم گوش کن. ببینم از کی تا حالا این آقا اجازه دارن تمام مدت تو خونه ما پلاس باشن ها؟ مثل اینکه نمیدونی مردم محله شروع کردن به حرف و سخن. دیگه واسه من فرقی نمیکنه که مردم چی میگن یا تو چی میگی، اینو تو گوشت فرو کن هنری. نمیدونی چیه پاتیکو، من به خاطر خودت دارم میگم، من هیچ وقت فکر نمیکردم تو از آدمایی مثل آلبرتو خوشت بیاد. منم به خاطر خودت میگم، منم فکر نمیکردم که تو چشت اولین دوپاره چوبی که با یه دامن از جلو درچه رو بگیره. پس یعنی تو میتونی زندگی تو از نو شروع کنی ولی من نمیتونم. این چرتی که تو داری و یه چیزی رو میخوام بهت بگم، زندگی ما از هم پاشیده شد فقط به خاطر اینکه تو اینجوری خواستی، پس دیگه تو زندگی من دخالت نکن. یه لحظه اجازه بده سرکار خانم، من هنوز رسما شوهرتم و این حقو دارم که تو زندگی تو. تو هیچ حقی نداری هنری، تو هیچ حقی نداری، انگار یادت رفته این تو بودی که منو ول کردی و رفتی، نه من. الانم ازت میخوام از خونه من بری بیرون، از این به بعدم هر وقت خواستی بیای قبلش به من بگو که من اینجا نمونم. برو بیرون هنری. فکرشو نمی کردم هنری من، شوهر من، آخه این چه زندگیه. نه من واقعا نگران اوضاع سارا هم، آخه اون بیچاره واقعا فکر میکنه که حتما یه چیزی بین من و پانچو هست. مگه بهش توضیح ندادی که چیزی بین چرا نیست؟ ولی اون ترجیح داد اون عکس‌ها و حرفای تاتا رو باور کنه. باورت نمیشه تاتا چه اصراری داشت که سارا باور کنه من و پانچو با هم رابطه داریم. رودولفو من فکر میکنم باید برم تنهایی با سارا حرف بزنم و واسهش توضیح بدم و آرومش کنم. الان نه عزیز دلم، وقتی سارا خودش بفهمه که چه اشتباهی کرده میاد پیشت واسه عذرخواهی. باور کن اصلا چطور ما غذامونو بخوریم و بعدش فیلممونو ببینیم. ساراس به پانچو بگو اینم از لباساش و اینم خرسش. سارا خواهش میکنم آروم باش. تاتیانا به من دست نزن چون ممکنه هر کاری ازم سر بزنه. خانم سارا لطفاً آروم باشین. خوشحالم که تو هم اینجایی، خیلی خوبه، خیلی خوبه که بفهمی زن آینده ای تو با شوهر خیانتکار من عاشق و معشوقن. تاتیانا واسم تعریف کرده، تو داری اشتباه میکنی باور کن. آفرین تاتیانا، کارت خیلی خوبه، خیلی حرفه‌ای هستی نه؟ آره اینم باور کرده که تو بیگناهی. سارا به روح روزیتا قسم میخورم که من هیچ چیزی با شوهر تو ندارم. درسته ما دوستای صمیمی نیستیم ولی الان خیلی ساله که با هم همسایه ایم. من همیشه بهت احترام گذاشتم و هیچ وقت نمیتونم یه همچین کاری رو باهات بکنم و دلم نمیخواد ببینم که اینجوری عذاب میکشی. اونم واسه چیزی سارا. که حقیقت نداره. تاتیانا داره بهت حقیقتو میگه. باشه پس اگه تو معشوقش نیستی پس با کی رابطه داره؟ با کی؟ بالاخره باز کردی. بگیرش و از خونه من برو بیرون. همه یه لباسات و چیزاتم ببر. تو فقط یه دروغگویی، منم احمقم که فکر کردم ما میتونیم با هم باشیم. نه ما میتونیم با هم باشیم. من نمیخوام دوباره برگردم پیش سارا و هیچ چیزی هم با تاتیانا ندارم. حتما همه همسایه ها دارن گوش میدن. چون ببین بیشتر از این مزخرف نکو پانچو، فقط نه برو. نه عزیزم تا به حرفم گوش نکنی هیچ جا نمیرم. باشه همینجا میمونم. پس من میرم. نه تاتا صبر کن. با تو هم کجا داری میری؟ میرم یه جایی که از دست تو آرامش داشته باشم پانچو. پس اینجوری ترجیح میدی که من برم هتل بمونم اینجا پیش تو؟ آره. نمونم؟
نه. آره. نه ببین. سب کن. ولم کن. تاتا خواهش میکنم گوش کن. یه لحظه سب کن. بیا حرف بزنیم. من با تاتیانا رابطه ای ندارم. لباس زیرام. سلام زرافه کوچولوی من. بالاخره رسیدی، نگرانت شده بودم. چی شده؟ خب مشکلات همیشگی. سر کار دوباره با پلایس؟ نه این مشکل اصلا به اون ربطی نداره. پس چت شده؟ چرا انقدر گرفته ای؟ بگو دیگه چی شده؟ چیزی نیست. نه هیچی نشده. خب از دست من کاری برمیاد؟ ببین من دوست ندارم قیافت اینجوری ناراحت ببینم. نه عزیزم بهت گفتم که چیز مهمی نیست. هیچی نیست. بیا حرف عوض کنیم. خب باشه. ببین چطوره راجب خودمون دوتا حرف بزنیم هان؟ راستی از نامه‌ای که واسط نوشتم خوشت اومد؟ کدوم نامه؟ عزیزم یعنی چی کدوم نامه؟ همونی که امروز صبح به دادم و تو هم بهم قول دادی که تمام روز هی میخونیش که به یاد من بیفتی دیگه. آها. خب حالا خوندیش؟ آره خیلی قشنگ بود. خیلی قشنگ. تو نوشتن خیلی استعداد داری، خودت میدونستی؟ واقعا؟ خب ببینم از شعرم خوشت اومد؟ اونم خیلی خوب بود، خیلی قشنگ و خیلی با احساس. تو واقعا خیلی با استعدادی، منو خیلی تحت تاثیر قرار دادی. یاری منو مسخره میکنی هنری؟ نه واسه اینکه من اصلا تو شعر ننوشته بودم، تو اصلا اون نامه رو نخوندی؟ چرا؟ اتفاقا چند بارم خوندمش. آخه میدونی واسه من تمام اون کلمه ها مثل یه شعر میمونن. واقعا راست میگم، انگار که تو نامت شعر نوشته. خب اگه راست میگی اون نامه رو نشونم بده. خیلی خوب. لعنتی نمیدونم کجا گذاشتمش، حتما تو دفتر جا گذاشتمش یا شایدم تو دادگاه. پس یعنی هر کسی ممکنه تا حالا خونده باشدش؟ هنری اونا یه سری حرفای کاملا خصوصی و احساس درونی من بودن. بذار کیفمو درست بگردم. نه میدونی چیه؟ نمیخواد به خودت زحمت بدی، چون من متوجه شدم که حرفای من واسه تو هیچ اهمیتی نداره. عیب نداره. ای بابا این چه حرفیه که میزنی؟ بذار اینجا رو ببینم. تا صبر کن یه لحظه، لطفاً صبر کن، با تو هم لطفاً اینجوری نکن دیگه. من که بهت گفتم آقایون شما کار و زندگی نداری. آره داشتی میدونی بعدش چی شد؟ ببین عزیزم باید به حرف من گوش بدی، خواهش میکنم. برو همون هتل، دست از سر من بردار پانچو، خواهش میکنم، دیگه نمیتونم ادامه بدم. نه من هیچ هتلی نمیرم تا وقتی که به تمام حرفام گوش نکنی عزیز من. تا چی شده؟ حالت بده؟ بیا عزیزم بیا اینجا رو صندلی بشین. بیا اینجا بشین. حالت خوبه عزیزم؟ خوبی؟ یه دفعه چی شد؟ نمیدونم، شاید به خاطر عصبانیت فشارم افتاده پایین. ولی الان حالت بهتره نه؟ پانچو اگه تو از اینجا بری من حالم بهتر میشه. لطفاً از اینجا برو، خواهش میکنم، دست از سرم بردار. لطفاً منو ببخش، همش تقصیر اون عکس ها بود. میدونی همه جوره تو رو مقصر نشون میداد. راستش من نمیدونم چی بگم، متاسفم. عیبی نداره سارا، نمیخواد نگران من باشی. ولی در مورد استخدام کارآگاه، به جای اینکه جاسوسی شوهرتو کنی، چرا باهاش نمیشینی مثل تو دوست حرف بزنی؟ آره میدونم که کارم درست نبوده، ولی پانچو هم داره میزنه زیر همه. خب چی؟ خب حالا از کجا معلوم که پانچو اصلا با کسی رابطه داشته؟ نه، باشه؟ نه پانچو معشوقه داره واسه اینکه رفتارش با من خیلی عوض شده و من ته دلم اینو میدونم که پای یه زن دیگه در میونه. من میدونم. سارا من فکر میکنم تو باید با پانچو حرف بزنی. اینجوری این سوء تفاهمایی که هست برطرف میشه و تو هم میفهمی اشکال کار کجاست. آره شاید تو راست میگی. خیلی خوب، باید باهاش حرف بزنم، باید ازش بپرسم. آره بذار پایین به نگهبان زنگ بزنم ببینم هنوز اون پایینه. اوبالدو ببینم تو شوهر منو اون پایین ندیدی؟ آره ممنون. نه ظاهرا پانچو بیرون نرفته و هنوز تو ساختمونه، پس من میرم پایین تو باهاش حرف بزنم. ببخشید تاتیانا، ببخشید که ناراحتت کردم، واقعا شرمندم، ببخشید، معذرت میخوام. همیشه یادت باشه یه دوست اینجا داری. ممنونم، موفق باشی. ممنون، ببخشید مزاحم شدم. خدافظ. خدافظ. دختر بیچاره. فیلم رو ببینیم؟ باشه.
پس بیا. پانچو آخه من نمیفهمم چجوری تونستی یه همچین کاری رو با من بکنی؟ خواهش میکنم. خواهش بی خواهش، تو به من خندیدی، تو تمام این مدت فقط منو مسخره کردی. خیلی خوب باشه، آرومتر، بسه دیگه، بذار حالا درستش میکنیم. همسایه سلام، چطوری؟ چی شده؟ این چه قیافه‌ایه؟ نه چیزی نیست. تا میگم چرا نریم تو آپارتمان تو حرف دیگه بزنیم. به من دست نزن و این مسخره بازیت هم تمومش کن. همین الانم جواب منو میدی که بین ما چی داره میگذره؟ بالاخره باز شد. خداحافظ. چی شده؟ سلام. میای بیرون؟ نمیدونم. چیو نمیدونی؟ اینجا طبقه شماست. چیزیت شده؟ من؟ هیچی. خوبه، پس میای بیرون یا نه؟ خب یه چیزیو یادم رفته. اسکار زود باش بیا بیرون، آسانسور رو لازم دارم، میخوام برم پایین، عجله دارم. دارین میرین پایین؟ آره. بعدش؟ ببین اصلا حوصله ندارم. بالاخره میری بیرون یا نه؟ نه، گفتم که دارم میرم پایین واسه اینکه یه چیزی رو تو تاکسی جا گذاشتم. ببین پانچو، من نمیذارم هیچ احدی زندگی منو به بازی بگیره، به خصوص تو. من قسم میخورم که هیچ وقت بهت خیانت نکردم، هیچ وقت. باور نمیکنم، من هیچ کدوم از حرفاتو باور نمیکنم پانچو. تو فکرت خرابه و فکر میکنی من با کسی دیگه ای رابطه دارم. چرا نمیفهمی؟ چرا باور نمیکنی؟ تا قسم میخورم اینجوری نیست، فقط تویی، فقط تو. تنها زنی که من باهاش بزنم خیانت میکنم فقط تویی. تو چرا نمیفهمی؟ خیلی عالیه، ادامه بده. میشه به هم توضیح بدی آلفونسو ماریا کلاوس که چطور فقط و فقط با این یه زن رابطه یه عشقی داری؟ میشه به هم توضیح بدی؟ سارا ببین حفشا بی وجدان، چه فیلمی واسم بازی کردی؟ وانمود کردی که دوستمی فقط واسه اینکه شوهرم رو ازم بگیری؟ وای رودولفو، باورم نمیشه. چیو؟ که از اینجور فیلم ها خوشت میاد، تو ازشون متنفر بودی، هیچوقت یه دونش هم نمیتونستیم ببینی. آخه من هیچوقت عمقی بهشون نگاه نکرده بودم، ولی الان ازشون خوشم میاد. ببین زن و شوهرها چه عشق و محبتی و نسبت به هم احساس میکنن، قشنگه. فکرشو بکن وقتی ما مثل اونا بشیم، همش با هم باشیم، ازدواج بکنیم و بریم ماه عسل تو سواحل بالی. تی costó el tiempo. Casados en nuestra luna de miel en una playa en Bali. Haciendo los cariñitos, queriéndonos. Rodolfo. Sí. A ti estas películas no te suben el romanticismo. Sí, pero entonces. ¿Eso qué es? Ay, el romanticismo, mi amor. No, lo que está afuera, Rodolfo, esos gritos. Pues no sé, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues que Ana. Rodolfo, es como un escándalo. Sí, pero. Son pero, gritos de mujer, ¿cómo que qué tiene que ver con nosotros? Pues ظاهراً باید برم ببینم چه خبره. حسابتو میرسم آشغال عوضی. ببین اسکار، تو برو کنار وگرنه تو رم میزنم. آره درسته، انگار سرصده ها از پایین میاد خانم کلار. حالا میبینی من که گفتم از تو ساختمون داره میاد. ولی آخه کی داره اینجوری جیغ میزنه؟ به نظر میاد سارا باشه. نه وای نه، فکر نکنم خانم سارا یه همچین آبروریزی را بندازه. حتما یکی از اون دخترایی ان که این یارو پایینی هر وقت مهمونی داره میارتشون. یعنی این یارو دوباره مهمونی گرفته؟ نه عجب بی آبرویه، من که فکر نکنم. خیلی هم ازش بعید نیست خانم کلارا. نه یه دقیقه خوب گوش کن، این صدای ساراست. صبر کن، این صدای تاتاس، من مطمئنم. میگه نکنه کسی به ساختمون حمله کرده باشه. خانم وای یولاندا، منو نترسون. آخه واسه چی دارن اینجوری جیغ میزنن؟ راستش منم نمیدونم. اگه جرأت داری یه کلمه دیگه میگم نکنه اتفاقی افتاده باشه. اصلا بیا بریم ببینیم چه خبره. نه، چون ممکنه اون پایین یه بلای سرمون بیارن. خانم خواهش میکنم، شما هم نه. ما احتیاج داشته باشن چی یولاندا؟ اون وقت ما اینجا وایسادیم. نه بیا بریم، هر چی خدا بخواد همون میشه. بذارید حسابشو برسم. آروم
باش سارا. سارا تو رو خدا نظر سارا نظر. آروم باش خواهش میکنم سارا. انگار تو نمیفهمی که نمیخوام صدا تو بشنوم. نمیخوام صدا تو بشنوم. صبر کنین خانم سارا، خواهش میکنم آروم باشین، واسهتون خوب نیست. من کاملا خوبم اسکار، ولی اصلا نمیتونم آروم باشم. من دارم از عصبانیت منفجر میشم. این دو تا آشغالای عوضی یه کاری کردن که من مثل اسفند رو آتیش دارم جزغاله میشم و بالا پایین میپرم. دلم میخواد سارا خواهش میکنم آروم، لطفا آروم باشین خانم سارا، آروم باشین آروم. همین کارا تاثیر توه. آروم باش. چی میگی داداش؟ اصلا به من چه ربطی داره؟ تو وسطت سارا. معشوقه شوهرته تاتیاناست. تاتیانا تنها معشوقه شوهرته. چی؟ مگه بهت نگفتم خفشی؟ تو حرف نزن، بهتر از خودت دفاع کنی. من شنیدم که پانچو بهت گفت تو تنها معشوقشی. من شنیدم، احمق که نیستم. خودم خیلی خوب بس دیگه این کارا رو نکن. شما دارین میگین که تاتا با پانچو رابطه داره؟ ولی خانم کسی چی میدونه آدمو چه جوریه و چه رابطه هایی دارن؟ سارا آروم باش، میبینی چه قشقرقی به پا کردی؟ همه دارن راجع به ما حرف میزنن. آروم نه باش. نه همه باید بدونن، بذار بدونن، همگی گوش کنین. پانچو و تاتا این دو تا آشغال با هم رابطه. معلومه اینجا چه خبره؟ بیا آلوارو، خوش اومدی به سیرک. تو هیچ میدونستی این شوهر مو قرمز من و بهترین دوستم با هم رابطه دارن؟ داری شوخی میکنی؟ آره سارا این واقعیت. با هم دیگه رابطه دارن. سارا بس دیگه، خواهش میکنم بس. تو نمیدونستی واسه اینکه برای کافی یه نفر رو بزنم؟ خواهش میکنم آروم باشین، صبر کنید. آروم باش، آروم باش، خواهش میکنم آروم باشین، صبر کنید. خواهش میکنم آروم باشین، آروم باشین، خواهش میکنم یه لحظه صبر کنید. همه چی درست میشه. خواهش میکنم آروم باش پانچو، خواهش میکنم آروم باشین، صبر کنید. خواهش میکنم ساکت باشین، خواهش میکنم. چطوری فلاکو؟ چیه؟ باز چی شده؟ این چه قیافه‌ای به خودت گرفتی؟ نه هیچی، چطور مگه؟ نکنه تو فکر کردی من بچه‌ام؟ من همین که از دور میبینمت میفهمم یه چیزی شده. نمیخواد سر منو کلا بذاری؟ نه خانم روکا، باور کنین چیزیم نیست. من حالم خوبه و هیچ مشکلی هم نیست. همه چیزم رو به راهه. پس خیلی عالیه. خب تازگی‌ها فکر آلبرتو و زنت مشغولت نکرده؟ چون این روزا همش با همن. منظورم اینه که با زن سابقت، نه؟ بله زن سابقت. از اونجایی که اون زن سابقته پس شما هیچ کاری به کار هم نمیتونین داشته باشین. نه پس واسه چی نگرانی اینی که داره با آلبرتو چی کار میکنه؟ اصلا ولش کن، وقتی زنت نمیخواد باهات زندگی کنه خب ولش کن و بیخیالش شو. نه نه خب راستشو بخوای. نه راستش بی راستش هنری، چرا همه مردا اینجوریان؟ تو این حقو داری که زندگی تو از نو شروع کنی، ولی یه زن این حقو نداره که زندگیشو از نو بسازه. میبینی چی میشه وقتی یکی رو پیدا میکنی که دوست داشته باشی؟ نه موضوعی نیست. جدی؟ نه اینطور نیست؟ خب بگو پس چیه؟ حسادت؟ میبینی فلاکو، حالا که خودت همش مشغول خوشگذرونی و عشق و عاشقی با نیکول هستی، بازم نمیتونی ببینی که اون با آلبرتوه. تازه اون حس درونیت بیدار شده، نه؟ همون حسی که همه مردا دارن، درسته؟ میدونین خانم روکا، راستش من نمیخوام اینو انکار کنم، حالا که من از اون خونه اومدم بیرون وقتی میبینمشون اینجوری با هم خوشحالن، خب یه حس بدی بهم دست میده، خیلی بد، حس عجیبیه. اون وقت واسه چی؟ میگم نکنه حالا که اونو با یکی دیگه دیدیش حس حسودیت گل کرده و عذاب وجدان گرفتی و تازه متوجه شدی که خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی دوستش داری. خب شاید. مواظب باش هنری، خیلی مواظب باش. نمیفهمم واسه چی باید مواظب باشم؟ واسه اینکه ممکنه دل یکی رو بشکنی. نه نه خانم روکا، قرار نیست من دل نیکول رو بشکنم، همچین فکری نکردم، هیچ وقت این کارو نمیکنم. خب من فقط تنها منظورم به نیکول نبود، پاتیکو هم هست. ببین تو باید بشینی و درست به همه چی فکر کنی و مواظب باشی بیگدار به آب نزنی هنری. حالا بشین و با خودت دو تا چهار تا تو بکن. تو بهترین دوستم بودی تاتا، من همه چیمو به تو میگفتم، همه چیو. تاتا چرا این کارو با من کردی؟ سارا آروم باش، سارا باش، سارا باش. خب بس دیگه، من دیگه نمیتونم توهینای تو رو تحمل کنم، دیگه کافیه. اگرم میخواستی همه بدونم خیلی خوب باشه، همتون گوش کنین. آره من معشوقه پانچو هم که چی؟ آی خدای من، بگو پانچو چرا ساکتی؟ بگو دیگه، بگو که ما با همیم واسه اینکه عاشق هم دیگه ایم.
بیا نه 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 سارا آروم باشی چه کاری همه این نیست کنید خیالتون راحت تو جدا کردن آدم های از تو دبه ها خیلی حرفه ایم چی داری میگیتون راحت من که مست نیم اه موریسیو تو هم به جایی که آرومشون کنی آتیش مرکه رو زیاد میکنی خیلی خب آروم باش اینو یادت باش من حسابتو میرسم تو صاف من از کارت میکنم به حسابم پدرم تو رو چه درست نیست بابا باید یه کاری بکنی کنم بس کنید این چه وضعیه این مسخره بازیه چیه انگار ما الان تو محله اسکارین هایی چی گفته همونی که شنیدی درسته ما تو محلمون دعوا میکنیم ولی بابا توی شکسته خیلی خوب دیگه بسه بسه کافیه باشه من میرم من یکی دیگه واقعا نمیتونم این همه آبروریزی و توهینا رو تحمل کنم من دارم میرم هتل چی گفتی نه بزنش بیرون به تو هم قول میدم تو رو هم از کار بیکار میکنم نه 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 سارا آروم باش که تو چه جونوری هستی آره به همه لیه بس دیگه سارا آروم باش دادی بیدار بکن بس دیگه همه گیرم خونه هاتون آره خانم راست میگن آره آره برین هیچ کاری نمیتونی بکنی برین دیگه برین واسه چی این کار رو با من کردی آخه چرا مگه من چی کار کردم مگه من چه کار بدی کرده بودم آروم باش عزیزم حالا مگه چی کار کرده بود بیاین خانم سارا منم با اتون میام برو کنار خودم باشون میرم دیگه بهتره ما هم بریم آره آلوارو تو هم بهتره حواستو جمع کنی واسه اینکه اگه یه همچین کار کثیفی از تو سر بزنه من خودم میکشمت عزیزم من که نمیتونم چیزی از تو پنهون کنم چه حرفایی میزنی اوی خدا ببخشید بهتره دیگه منم برم مشکلی نیست چیزی نیست احمقیم آخه چطور متوجه نشدم مگه نشنیدی که از قدیم میگن اصل کاری آخر از همه میفهمه اوزگار خواهش میکنم خب راست میگم دیگه سارا جون حالا میخوای چیکار کنی نه من نمیتونم برم خونه تنهایی بشینم نمیتونم خب اگه بخوای میتونی بیای آپارتمان من میتونم یه نوشیدنی بهت بدم اگرم خواستی با هم حرف میزنی ولی ما قرار بود فیلممون رو تموم کنیم یادته؟ رودولفو الان وقت این کارا نیست نمیفهمی تو چرا شرایطو درک نمیکنی عجب آدمیه این خانم حالش بده اون وقت آقا فکر فیلمشه ببینم فیلم دیدن من به شما چه ربطی داره فکر کنم باید ادامه فیلمو بذاریم واسه یه روز دیگه اگه واقعا تو اینجوری میخوای باشه بیا بریم عشق من پس فردا میبینمت طبقه همکف نه؟ خانم روکا شما میخواین بدونین من واسه چی پاتیکو رو ول کردم؟ واسه اینکه خسته شده بودم دیگه به اینجام رسیده بود خسته شدم از مسخره شدن و تو سری خوردن و کوچیک شدن و قرقرای هر روزه اون زن و همچنین داماد سرخونه بودن خب همین چیزا بود دیگه به نظر من تنها دلیلش همین بود دلیل دیگه ای نداشت نه من که نمیگم پاتیکو زن بدیه نه با اینکه همش تقصیر پاتیکو بود نه تازه منم واقعا دوستش دارم آره اینو قبول دارم که خوشگلترین دختر دنیا نیست میدونم عکسش رو صفحه اول مجله ها نمیزنن همه این چیزا رو میدونم ولی من اونو انتخاب کردم که همسرم بشه هیچ وقتم از این انتخابم پشیمون نمیشم جدی؟ خب منم خوشحالم که اینو میشنوم چون از حرفات معلومه که تو آدم خوب و رو راست و صادقی هستی و اصلا دوست نداری زندگیت به این راحتی از هم بپاشه یه لحظه خانم روکا منظورتون از این حرفات چیه؟ تازه من که بهتون گفتم اصلا دوست ندارم دل کسی رو بشکونم میدونم خودم اینو میدونم هنری شاید تو نمیدونی که وقتی یه زنی اینقدر به شوهرش رابرا گیر میده و هی سر به سرش میذاره فقط دلش میخواد توجهش رو جلب کنه جدی میگین؟ خب ممکنه خیلی خب تو به هم گفتی که چه حسی نسبت به پاتیکو داری بگو ببینم نسبت به نیکول چه حسی داری؟ نه خانم روکا قضیه نیکول یه جور دیگه است نه اون قضیهش فرق میکنه چه جوری بگم آخه میدونین اون همش به هم میرسه بغلم میکنه واقعا ماهه وقتی با اونم احساس میکنم دارم پرواز میکنم تا حالا کسی با من اینجوری رفتار نکرده فهمیدم اصلا تو میدونی باید چی کار کنی هنری؟
پس سعی کن به نصیحت من خوب گوش کنی. برو به زندگی خودت برس. پاتیکورم بذار به حال خودش. بذار اونم با آلبرتو خوش باشه. تو هم با نیکول خوش باش. شما دوتا در نهایت نمیتونین رابطتون رو قطع کنین. منظورم با پاتیکوه، به خاطر بچه ها. آخه چرا میخواین با این کارا زندگی همدیگر رو تلخ کنین؟ به زندگیتون برسین و خوشحال باشین. یادت باشه که شما ها هنوز جوونین و اول زندگیتونه هنری. اگه به حرفم گوش کنی آرامش پیدا میکنی. خیلی خوب، حالا برو بخواب. زندگی یعنی همین هنری، زیاد بهش فکر نکن. شب بخیر. شب بخیر خانم روکا، خیلی ممنون. راستی اوبالدو بگو ببینم جریان دعوای دیشب بالاخره به کجا رسید؟ یالا بگو دیگه. چی بگم؟ خیلی خوشت میاد غیبت کنی نه؟ این چه حرفیه؟ من فقط میخوام بدونم خانم تاتا چه بلایی سرش اومد و داستان دعوای دیشب به کجا رسید؟ خودت دیدی که چه دعوای شده؟ اونجا رو ببین. خانم حالتون چطوره؟ روزتون بخیر. شما دوتا واسه چی دارین غیبت میکنین؟ اصلا دارین راجع به چی حرف میزنین؟ یالا به کارتون برسین. بله خانم. حالتو تعریف کن ببینم، بگو دیگه داداش بالاخره چی شد؟ ولی تاتا راستشو بخوای به نظر من کاری که تو کردی خیلی بد. یعنی چی؟ ببین اگه میخوای منو متهم کنی و درباره کارام قضاوت کنی بهتره که باهام نیای. نگران منم نباش، بهت احتیاجی ندارم. خیلی خوب، بس دیگه. اگه بهت گفتم باهات میام که به کارت برسی پس میام. باشه بریم. خواهش میکنم خانم کلارا، نگین از این صبونه‌ای که با کلی زحمت درست کردم خوشتون نمیاد. تازگی اصلا غذا نمیخوریم. نه ببخشید یولاندا، راستش با این همه مشکلاتی که تو این ساختمون داریم دیگه اصلا اشتهایی واسم نمونده. وای نه، آخه کی فکرشو میکرد که خانم تاتو یه همچین کاریو با خانم سارا بکنه؟ با بهترین دوستش. فکرشو بکنین، اون با این کارش خانم سارا رو واقعا ناراحت کرد. های همینجا نگهش دار، حواست باشه که چی داری راجع به دوستای من میگی. هر چی باشه اونا دوستای منن. خیلی ببخشید خانم کلارا، ولی شما که نمیخواین بگین طرفداری اون آقای پانچوی بی همه چیزو میکنین. نه، اون عوضی ترین آدمیه که من تا حالا دیدم. کی فکرشو میکرد با اون قیافه حق به جانب موقرش؟ واقعا جای تعجب داره. از این مردا هر کاری که بگی برمیاد. خانم کلارا شما که میدونین مردا همه سر و ته کرباسن، همشون دروغگوان. همین که یه خورده ازشون غافل بشی دیگه تمومه. تا سرتو بچرخونی میبینی دسته یه دختری که یه دامن کوتاه پوشیده تو دستشونه و اصلا هم براشون مهم نیست که چی میشه. راست میگی یا اصلا نباید بهشون بیتوجهی کرد؟ بله خانم، حالا خودتون میبینیم. یعنی ممکنه؟ وای نه. خب که چی؟ اصلا کی به تو اجازه داده واسه من نظر بدی؟ یا برو تو آشپزخونه که جات همونجاست. ببخشید، معذرت میخوام خانم کلارا، ببخشید. عجب آدم پررویه، نکنه منم بهش کم توجهی کردم. همسایه زود باش درو باز کن، دستم بنده. خیلی خوب صبر کن، اومدم. آخ بش وای پشتم، از درد دارم میمیرم. اومدم. توی؟ آلوارو ببین چیزی که دارم میگم و دیگه تکرار نمیکنم، پس لطفاً تو حرفم نپر و خوب گوش کن ببین چی میگم. باشه. گفتم تو حرفم نپر. خیلی خوب. ببین آلوارو حسوس، من خیلی خیلی زیاد راجع به این موضوع فکر کردم. در ضمن اینم خوب میدونم که طی این سالها ما خیلی با هم اختلاف داشتیم، ولی میخوام برگردی خونه. بیا اینو بگیر و هر وقت خواستی برگرد خونه. این چه قیافه یه؟ کی بود دم در؟ اژدهام، یعنی زنم. آره؟ خب حالا اژدها چی میخواست؟ گفت که برم خونه. آها چه خبر خوبی. خب من که میگم هیچ جا مثل خونه خود آدم نمیشه، نه؟ آره ولی من نمیدونم اسکار، نمیدونم.
بیا من کمکت میکنم همه چیزاتو جمع کنی. بیا که واقعا میخوام برگردم خونه یا نه، راستش نمیدونم. یعنی چی؟ خب میدونی اسکار، راستشو بخوای تو این مدت تازه متوجه شدم که ما دوتا چقدر با هم متفاوتیم. نمیدونم چی کار کنم. ای بابا چی دارین میگین؟ همه زن و شوهرها که این هم نیستن. بیا بریم. واقعا خیلی مهمه اسکار. مامانم همیشه بهم میگفت که کبوتر با کبوتر، باز با باز. یعنی تو هم همین فکر رو میکنی؟ ببینم منظورت چیه. هیچی. خب من خیلی گشنمه، میخوام برم صبحونه بخورم. اگه گشنته بیا، اگرم میخوای بری خونه من کمکت میکنم. این دیگه کیه؟ حتما پشیمون شده. ای خدا چقدر خستم کلارا. سلام بابا. سلام. سلام. آدم جواب سلام پسرشو اینجوری میده بابا؟ آخه من تنها بچه تونم، من هم خونتونم. ببخشید آخه مامانت همین الان اینجا بود. آره اومده بود بهم یه پیشنهاد. فقط همین؟ خب اومده بود که بهم بگه برگردم خونه. فکر کنم حالا مشکل اینه که شما دیگه نمیخواین برگردین خونه. تو از کجا میدونی؟ واسه اینکه من پسرتونم، ولی عیب نداره اگه نمیخواین برین. خب نرین. یعنی نرم؟ نه نمیخواد برگردین، یا آپارتمان واسه خودتون اجاره کنین. میخواست از خونه نندازتتون بیرون. ببین پسرم، تو که میدونی شرایط خونه ما چجوریه. مامانت که پول داره نه من. شما کار نمیکنین، مگه شما حقوق نمیگیرین؟ خواهشا نگین که با این همه پولی که در میارین حتی نمیتونین اجاره یه سویت کوچولو بدین. چرا میتونن؟ خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب، من دیگه میرم خونه خودتونه. تا بعد. سلام همسایه. صبح خیر اسکار. راستش اومدم ببینم میخواین برسونمتون سر کار؟ نه فعلا یه خورده زوده، بعدن خودم میرم. خیالتون راحت، اگه به خاطر جاسوسه میگین نگران نباشین، امروز از سر صبح سرش گرمه، مشکلات خودشه. خیلی خب پس میرم وسایلمو بردارم. یکم سریعتر، من یه جا کار دارم. کجا؟ خب سر کار دیگه، بعدش هم میرم محلمون. به خاطر اون بازارچه تو پارک باید کم اوزار رو رو به راه کنم. تو میخوای بازارچه رو درست کنی؟ معلومه، پس کی؟ حرف اولو بچه ها میزنن. ممنون. کوچول موچوله من، پس من میرم دیگه. خیلی خوب، روز خوبی داشته باشی. باشه، تو هم همینطور. تا یادم نرفته اینم کادوی امروزت. وای امیدوارم خوشت بیاد. هر روز یه سورپرایزی واسم داری نه. خب این دیگه چیه؟ خب واسه این که به خاطر کاری که دیروز باهم کردی ببخشمت، یادت میاد؟ و دیگه این که هر روز سر کار به یاد من باشی. هنری دوباره یادت نره بخونیش ها، باشه؟ قول میدم. چاو می نیکل. خدافظ. خدافظ. مواظب خودت باش. ببینم چطور بود، خوشت اومد؟ معلومه که خوشم اومد پاتیکو، دست پخت تو حرف نداره. چه صبحونه یه توپی بود، حال کردم. آره واقعا میگن اگه آدم کاریو با عشق انجام بده حتما خوب عذاب در میاد. آره 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 درسته. پس واسه نهار میبینم. خدافظ. خدافظ. روز خوبی داشته باشی. ممنونم. چیه؟ گم شدت شکل منه؟ تعریف کن ببینم بالاخره آخرش معلوم شد خانم سارا چی کار کرد؟ چی بگم اسکار، دیشب وقتی که من از پیشش اومدم خیلی آروم تر بود. امروز صبح فکر کردم خسته است و نخواستم بیدارش کنم، گفتم حتما خوابه. خیلی سخته نه؟ چی؟ این که کسی رو که دوست داری با یکی دیگه ببینیش نه؟ سخته یا نه؟ آره. میدونی به نظر من کاری که تو داری واسه بچه ها میکنی خیلی قشنگه. نه من که نمیفهمم.
آخه شما از چی این یارو خوشتون میاد؟ یعنی واقعا شما میخوان که با این یارو چندشه رابطه داشته باشین؟ آره؟ اسکار بیا راجع به این موضوع حرف نزنیم. نه آخه من نمیفهمم، من که نمیفهمم. تو چیو نمیفهمی اسکار؟ که تو با جسیکا یا منم با رودولفو هم نمیخوام موضوع پیچیده کنم. پس نمیخواین موضوع پیچیده کنم؟ دردسر نمیخواین؟ مشکل نمیخواین؟ ولی هر مشکلی تو زندگی یه راه حلی داره. فقط مرگه که چاره ای نداره. من فراموشتون میکنم. باشه شما خودتون رو ناراحت نکنید. حالا نمیخواد تر میتونم تصور کنم چی کار میکرد. حالا میبینین حتما از ناامیدی میمیرم. کاش زمین دهن باز میکرد و من توش فرو میرفتم که دیگه لباتونو نمیدیدم. منظورم صورتتونه. میشه صداشو یکم کم کنی؟ با تو هم استاد. چی؟ موریسیو تو تاتا رو ندیدی؟ چرا قربان، پیش پای شما اومد، ولی راستشو بخواین فکر نمی کنم بعد از ماجرای دیشب بخواد باهاتون حرف بزنه. فضولی نکن، زبونت هم کوتاه کن. اون کاری که قرار بود بهت بدم و با این حرفات نمیدم. لطفاً خونسرد باشین قربان، منظوری نداشتم. راستی داشتم فکر میکردم که برم تو محله و ببینم یه اتاق واسه اجاره پیدا میکنم. آره، فکر خوبیه موریسیو، ولی یکم عجله کن. بله قربان. عجب آدم پر رویه. خب عزیزم، من خیلی خوشحالم که نظرت راجع به من عوض شد. من واقعا بیگناه هم، باور کن راست میگم. من بهت زنگ نزدم که راجع به این موضوع صحبت کنیم. نه، پس راجع به چی حرف بزنیم؟ اینو میخواستم بهت بدم. این دیگه چیه؟ این که جواب آزمایشه، چطور مگه؟ واسه اینکه من حاملم و مسلمانم بچه مال توه. این آپارتمانایی که میبینی تقریبا همشون آماده است. ببخشید که من این حرفو میزنم، ولی من از هیچ کدومشون خوشم نمیاد. آخه میدونی اینا قابل مقایسه با ساختمون ما نیستن. آره میدونم آلوارو، ولی اینا فقط به بودجه تو میخورن. خب من خودم یه چیزی واسط پیدا میکنم. نه من هیچ خبری از اسکار ندارم. خب واسه اینکه تو حالا به هم زنگ نزده. خب اگه میشه یه لحظه صبر کنین. یه لحظه گوشی دستتون. ببخشید خانم، شما تصادفاً خبری از اسکار ندارید؟ خودت ببین. فکر کنم رفته محلشون، خودش اینجوری گفت. نه، اونجا هم نیست، محلمون هم نرفته. واقعاً خیلی عجیبه، چون هیچکس حتی هنری هم ازش خبر نداره. میگم نکنه اتفاقی واسش افتاده باشه.